یکی از عادات زشتی که در جامعه پیش از اسلام وجود داشت زنده به گور کردن دختران بود. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید و اذا الموعوده سئلت، زمانی که در روز قیامت از دختران زنده به گور شده پرسان شود، بی ای ذنب قتلت، از اونا پرسان شود که شما به چه گناهی کشته شدید. این همه جنایت هایی که در این باب در یک جامعه بنیاد گذاری میشه، اولش برمیگرده به معلمی که در جامعه این موضوع را رسم رواج گذاشت. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی که در یک جامعه رسم رواج نیکویی بر جامعه گذارد، ثواب خودش و ثواب دیگر کسانی که به این کار عمل میکنند کلا به این میرسد. کسی که در یک جامعه رسم رواج نادرست را میگذارد، گناه خودش و گناه کسانی که این را تعقیب میکنند همه به دوش است. یکی از رازهای هلاکت جامعه بنی اسرائیل در دوران پیغمبر و قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود، هر جای از تورات که به نفعشان می بود و بدون مصرف می بود را عملی می کردن، در غیر اون صورت اصلا کاری به اعمال دین خدا در روی زمین نداشتن. این اینجا بود که خدا رسوایشان کرد. هر مردی که از این آیت برداشت میکنه که مردا باید قوی باشن، مردا باید متکبر باشن، مردا باید حرف اول را در خانه بزنن، هیچ حرفی از زنها در خانه قابل قبول نباشه، این مردا به اشتباه رفته. و هر کسی که من فسر القرآن برأی فقط کفر، فقط اشرک، کسی که قرآن را به فکر و اندیشه خودش تفسیر میکنه و کافر شده، مشرک شده. زن در این ملک بدین گونه پریشان تا چند، دست و پا بسته و لب بسته به زندان تا چند. زن مگر نیست میان بشریت انسان، راستی زندگی اوست چو حیوان تا چند. زن که باشد گل ارزنده بستان وجود، در بر هموطنان خار بدینسان تا چند. سلام خدمت شما بینندگان عزیزی که بیننده برنامه مشاوره خانواده با کارشناس مسائل اسلامی مترجم و نویسنده آقای محمد امین مدقیق ارغانی هستید. امید که هر لحظه زندگیتان مملو از صحت و عافیت و دور از مصائب باشد. جناب استاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان و هموطنان عزیزم که در هر گوشه و کنار دنیا زندگی میکنند. امیدوار هستم که همه ایشان خوب و سر حال باشند. سلامت باشین استاد گرامی. استاد گرامی، برنامه کنونی ما حکایت از مظلومیت پرعاطفه ترین موجود میکنه که تحت عناوین مختلف در هر برهه از تاریخ، گاه به عنوان تحت قیمومیت بودن و گاهی هم به عنوان زن بودن، که البته بعضی ها که زن بودن یعنی جنس دوم بودن، یعنی فاقد برخورداری از برخی حقوق و همچنان امتیازها، و گاهی هم به جهت زن بودنشان زنده به گور می شدن، یعنی محکوم به زنده به گور شدن می شن، مورد ظلم و شکنجه قرار گرفتن. یک خواهر ما در این مورد یک سوال را مطرح کردن در رابطه با این که برادرشان فردی را به قتل رسانده و بزرگان قومشان جهت پرداخت خونبها میخواهند امی خواهر ای برادر را، خواهر قاتل را، در عقد نکاح برادر مقتول در بیارن. خواهر ما خواهان حل راه مشکلشان از شما شدن به اساس احکام شریعت. گفتنی های شما در این مورد چی است برشان؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. در پاسخ به سؤال شما باید گفت که سؤالی که خواهر ما با شما در میان گذاشته، نام این کار در فقه اسلامی نکاح خونبها است و در رسم رواج جامعه افغانی به نام نکاح بد است. مثلا میگن که فلانه دختر را به بد دادن. در مجموع با یک کلمه باید بگویم که این کار یکی از عوامل برانگیختن خشم الله تبارک و تعالی بر بندگان در روی زمین است و یکی از عواملی که سبب شده افغانستان با این همه بنبست، با این همه چالش، با این همه خرابی ها دست و پنجه نرم بکنه،
راه اندازی برنامه های شیطانی و خدا ناپسندانه مثل ازدواج های خونبه هاست و ازدواج های بد و خونبدل. ما در این قسمت، قسمی که شما از ما راه چاره ها خواستین، میخواهم در مورد عواقب ناگوار نکاح خونبه ها، عوامل پیدایش و رشد نکاح خونبه ها و همچنان در رابطه با وظیفه علما و دولت، متنفذین قومی، محاسن سفیدان در این قسمت صحبتهای داشته باشم و راه چاره هایی را بیان بکنم و راه حل را برای این خواهر ما بیان بگیرم تا چه چیزهایی سبب میشه که جامعه افغانستان را از این بنبست خطرناک نجات بده و مردم به سوی رفاه و آرامش، آسایش و جامعه بدور از بدبختی و فلاکت گام بگذارن و زندگی پر از خوشبختی را تجربه بکنن. قسمی که من آیت را خواندم، در مذمت این کار همین آیت بس که در مورد ترجمه بکنیم و تفسیر بکنیم. قسمی که شما میفهمین، در تاریخ مطالعه کردین، یکی از عادات زشتی که در جامعه پیش از اسلام وجود داشت زنده به گور کردن دختران بود. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید و اذا الموعوده سئلت، زمانی که در روز قیامت از دختران زنده به گور شده پرسان شود، بی ای ذنب قتلت، از اونا پرسان شود که شما به چه گناه کشته شدین، تقصیرتان چه بود، کودک بیش نبودین، بیشتر از 4 سال 5 سال سن نداشتین، چه تقصیری داشتین که پدرتان شما را کشت. ببینیم این کشتن در جامعه جزیره العرب کشتن حسی و بدنی و فیزیکی بود که در جای زنده به گورش میکردن، در گودال می انداختنش و خاک را سرش هموار می کردن. ولی امروز بیاییم تطبیق در جامعه معاصر در قرن 21 در عصر رشد این فلاکت ها بدهیم. امروز همان دخترکشی، همان زنده به گور کردن در جامعه افغانی به خصوص بیشتر وجود دارد، ولی به نحو دیگری. قسمی که من در کتاب فرشته های زمینی تحقیقم در رابطه با حجاب اسلامی در پرتو اسلام قرآن و روانشناسی و جامعه شناسی اسلامی است، در اونجا من گفتم که جاهلیت امروز به مراتب زننده تر، خطرناک تر و خزنده تر و کشنده تر از جاهلیت دیروز است. بنابر آن تناسب دختر زنده به گور کردن این قرن توسط بعضی از خانواده های افغانستان در افغانستان عزیز ما به مراتب خطرناک تر از زنده به گور کردن دختران است که پیش از اسلام می شدن. اونا فقط وقتی که می کشتن فیزیکن می رفتن در خانه قبر انتقال زندگی میکردن، اما از خطرناکترین قتل، قتل فیزیکی نیست، قتل مشاعر و احساسات است، قتل امیدها و آرزوهاست. زمانی که تو احساسات کسی را میکشی به قتل میرسنی، قاتل احساسات کسی هستی. این پدرانی که وقتی که پسرشان یک اشتباه بزرگ را مرتکب میشه، در برابر به گفته شما دختر بیچاره را پانسمانی به خاطر التیام یافتن اون زخم ها میکنه، به عنوان دوا و چینچر از اونا استفاده میکنه تا این دو زخم دو لبه پیش بیایه و مشکلات حل شوه، این رای حلش نیست. در واقع این یک آدمکشی خیلی خطرناک و مرموز است. برای چی؟ اگرچه که اون دختر زنده میماند ولی زندگی نمیکنه، اون دختر نمیمیره ولی حالتی بر او میایه که دیگه اصلا لذت زندگی را نمیفهمه و اصلا زنده بودن برای اون مفهومی نداره. درست شد؟ این بود تطبیق میان جاهلیت دیروز در باب زنده به گور کردن دختران و جاهلیت امروز در باب زنده به گور کردن دختران. این تک موضوعی است. خب پس وقتی که ما روی از این موضوع چرخیدیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان مصلح ترین شخص در جهان بشریت آمد، در کنار سایر کارهای نادرست در جامعه این کار را از میان برد. از آن جمله شخصیت نیکوسرشت جهان اسلام عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه خودش عامل این کار بود، خودش دست به این کار زده بود و بعد از خلافتش همیشه وقتی که در سکوت می رفت یارانش ازش می پرسیدند که جناب عمر خلیفه یا مسلمان ها، چرا شما گاهی چنان غرق می شوین؟ ما فکر می کنیم که بار سنگین روی دوش شما گذاشته است و شما نمی توانید حملش کنید. عمر ابن خطاب اشک در چشمانش حلقه می زد و بغض گلویش را می فشرد
با کمال دلتنگی می گفت هیچ وقت از یادم نمی رود. وقتی که دخترم را در صحرا بردم، با بیل زمین را حفر می کردم، در دامنم خاک باد شد. دخترکم دوید و آمد گفت پدر جان، دامنت پر از خاک است. با دستان خیلی خرد و لطیف و نازکش و کودکانش، دستان معصومش خاک را از دامن من از یک سو کرد. باز هم قلب ما بر رحم نیامد، باز هم با اون حالت دخترم را زنده به گور کردم و خودم آمدم تا فاصله 10 متری صدای چیغ و فریادش را میشنیدم که پدر گفته صدا میکرد. ببین این موضوعات است که پیش از اسلام مو در بدن انسان راست میشود، ولی بعد از آمدن اسلام این همه موضوعات رخت بست و همه چیز رفت به دنبال کارش. زمانی که دشمن استعمار دید که این همه کارهای زشت در جامعه جزیره العرب توسط محمد ابن عبدالله پیامبر مسلمانان صلی الله علیه و سلم از ریشه برکنده شد، ما چگونه بتوانیم این فرهنگ های زشت قبل از اسلامی که توسط پیغمبر ریشه کن شده بود را بار دوم در قرن معاصر به شیوه خیلی خطرناکتر از دیروز در میان مردم پیداش بکنیم و مردم دو دست بزنن؟ متوجه هستیم؟ این بود که دادن نکاح خونبها در اصل از جمله کارهایی است که غرب در جامعه افغانی ما شما این موضوع را نهال گذاری کرده. موضوع را گرفتیم؟ ما در این قسمت از نقطه نظر استعمار شناسی ریشه‌یابی کردم که اول خواهد از بین رفت دوباره چگونه به میان آورد و دوباره وقتی که آمد آیا خزینده‌تر و خطرناک‌تر از قبل است؟ بله، این کار کیست؟ کار استعمار. لحاظا ما می‌خوایم در رابطه با عواقب ناگوار نکاح خونبها در جامعه صحبت بکنم. اولش تحریف شریعت و آیت قصاص است. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای خردمندان، ای مردم با دانش، ای کسانی که واقعا میاندیشین، خردمندین، در اجرای حکم قصاص برای شما تضمین زندگی ابدی است، تضمین سعادتمندی و رفاه و امنیت ابدی است. ولی امروز در افغانستان زمانی که یک جوان دیگری را میکشد به خاطر از بین بردن این همه تنش ها و نقاش ها، دختر بیچاره ای که اصلا دخلی در این همه دعواها ندارد قربانی این همه احساسات می شود. و این کار را بیشتر محاسن سفیدان و متنفذین قوم می کنند. ما همیشه در برنامه های دیگری هم گفتیم، در سخنرانی های مستقیمی که در منابر داشتیم، در میان مردم در محافل عروسی داشتیم، بزرگترین تنبیهی که در این قسمت کردیم محاسن سفیدان را کردیم. اگر هر موی سفیدی به این جرم شریک است، تا قیام قیامت نفرین خدا بر او جاری است، او بخشیده نمیشه جزی که پروردگار ببخشه. به خاطر از این که احساس یک دختر پاک مسلمان را تو با دست خود میای قربانی میکنی و او را قربانی قتل یک آدمی لاوبالی و یک آدمی نادرستکار میسازی، این کار خیلی زشت است. در حال که الله مطال در قرآن کریم میفرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تزر وازره وزر اخرى. بله، پس زمانی که محاسن سفیدان اینقدر یک جرأت را به خود میدن که زندگی کس را به بازی بگیرن، پس چرا افرادی که معلومات دینی دارن، از احکام شریعت خبر هستن، به این چنین محاسن سفیدان اجازه زیر میدن تا اینکه همچون حکمیات را در بین قوم های خود داشته باشن؟ بله، سوال خوبی کردین. ما باید در پاسخ به شما بگویم که در افغانستان دو نوع فرهنگ است. ما همیشه بعض وقتا در قالب شوخی گفتیم و در بعض وقتا در قالب جدیت گفتیم. در افغانستان دو قانون است، یکی قانون افغانی شیطانی است، یکی قانون قرآنی است. و مردم دور از خوبان ما باشد، در اثر رشد فرهنگ های استعماری و تقلید برنامه های تلویزیونی و سریالی از طریق ماهواره ها، چنان فکرشان منجمد شدن تا وقتی که جای بخاطر اعمال برنامه ها و رسم و رواج های افغانی شیطانی وجود داشته باشه، برای قرآن دست بلند نمی کنن، اقدامی به پیاده کردن قانون قرآن نمی کنن. زمانی که حرف و سخن از این قرار هست، دعوت دعوتگران در جامعه کارگر واقع نمی شود. ببین انقلاب و تغییر در یک جای در صورتی می آید که دو عنصر هر دوش وجود داشته باشه، تاثیرگذاری، تاثیرپذیری. اگر تاثیرگذاری مستوایش در حد 100 باشه ولی تاثیرپذیری در 0 باشه، بیفایده است. درست است؟ و همچنان اگر تاثیرپذیری مردم آنقدر بلند باشه، خیلی زیاد،
ولی تاثیرگذاران واقعی نباشن، باز هم کار به جایی نمیبره، دردی درمان نمیشه. متوجه شدیم؟ در این قسمت باید گفت که ما باید اصلاح شویم، مردم عامه 100% در اسلام داخل شویم. ادخلوا فی السلم کاف ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. کامل به اسلام داخل شویم. یکی از رازهای هلاکت جامعه بنی اسرائیل در دوران پیغمبر و قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود، هر جای از تورات که به نفعشان می بود و بدون مصرف می بود را عملی می کردن، در غیر اون صورت اصلا کاری به اعمال دین خدا در روی زمین نداشتن. اینجا بود که خدا رسوایشان کرد. اگر ما دست به چنین اعمال خدا ناپسندانهی در جامعه بزنیم، شک نکنیم که این حالات بر سر ما هم خواهد آمد و ما در طول چندین سال گذشته این موضوعات را کم و بیش تجربه هم کردیم. دومین عاقبت بد نکاح خونبدل چیست؟ قتل احساسات و قتل انسانیت است. قسمی که من قبلا در سخنم گفتم، احساس یک دختره که پاک و پاک دامن یک مسلمان به باد هوا داده میشه. او از خود آرزوها داره، از خود امیدهایی داره، میخواهد با یک مردی که طبق علاقمندی و میلش است ازدواج بکنه، اونا خوشحال باشن، دست به دست هم بیتن، مثل دو کبوتر سبکبال در آسمان عشق و همسرداری خود درست پرواز بکنن و خوشبختی آن دنیا را از همین دنیا رقم بزنن. ولی زمانی که این دختر قربانی چنین احساسات و چنین قضاوت‌های بیجا و توصیه‌های بیجا شد، اینجاست که همه احساساتش از بین میره، مرغ دلش میمیره. بعد از اون دیگه برای اون زندگی در مجموع یک موضوع بی‌معناست، یک کلمه سخیف و سست و خالی از مفهوم است. واقعا سومین عاقبت بعد قتل صله رحم است. صله رحم در حدیث میآید که به الله تبارک و تعالی دعا میکند که ای پروردگار سل من، حدیث است که ای پروردگارا کسانی که مرا عملی میکنن در حق زنا رحم بکن، و کسانی که مرا قطع میکنن در حق زنا رحم نداشته باش و گناه و جزای اونها را و اونها را به کیفر اعمالشان برسان. در جاهای مختلف در حدیث آمده قتل صله رحم، پدر با کمال بیرحمی دختر خود را گویا که کشت با کارش. چهارمین عاقبت بد نکاح خونبدل ایجاد وحشت در روح و روان سایر دختر است. چه شدین؟ زمانی که دیگر دخترها در آن جامعه دیدن که این دختره که هم جنس ما، هم سن و سال ما، که مثل ما امید و آرزو داشتن، با چنین بیرحمی و نامردی احساساتش از بین رفت، دیگر امید برای ازو باقی نمانده، اونها هم نسبت به آینده هیچ امید نمی داشته باشن، اصلا تصمیم به خاطر رشد کردن نمی گیرن، اصلا برنامه به خاطر زندگی همسرداری بعد از ازدواج نمی داشته باشن، چون می فهمن که شاید ما هم قربانی این همه بدبختی شویم، هم اعتمادش به برادرش از بین میره که شاید یک روز برادر ما هم دچار چنین اشتباهی شوه و ما قربانی شویم، و شاید پدر ما هم این کار را بکنه. اینجاست که اعتمادش از تمام اعضای خانواده سلب میشه. متوجه هستیم؟ ببین این همه جنایت هایی که در این باب در یک جامعه بنیاد گذاری میشه، اولش برمیگرده به معلمی که در جامعه این موضوع را رسم رواج گذاشت. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی که در یک جامعه رسم رواج نیکویی بر جامعه گذارد، ثواب خودش و ثواب دیگر کسانی که به این کار عمل میکنند کلان به این میرسد. و من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فله وزرها و وزر من عمل بها. کسی که در یک جامعه رسم رواج نادرست را میگذارد، گناه خودش و گناه کسانی که این راه را تعقیب میکنه همه به دوش است. پیغمبر به عنوان بنیانگذار قانون زندگی ساز در عرصه جهان، در هر عصر و در هر بود و در هر قسمتی از قسمت‌های حساس تاریخ بشری، این قانون زندگی ساز را برای ما بنیانگذاری کرد و هر حرف پیغمبر به عنوان قاعده است به خاطر رسیدن به یک زندگی ایده‌آل و پر از خوشبختی. خب استاد گرامی، افرادی که اقدام به همچون تصامیم میکنن و همچون فیصله ها را در میان مردم رواج میدن، خب گویا اونا به عنوان حکم پذیرفته میشن، در حالی که از تقاضای حکمیت، از تقاضای کرسی حکمیت ای که چی هست به او اطلاع ندارن. مشوره شما به همچون افراد چی است؟ خب معلوم است که مشوره ما و توصیه ما به چنین کسایی است که ولا تلقوا بایدیکم الی التحلکه، فقط همین آیت را میخوان بخونم. الله تبارک و تعالی میفرماید که خودتان را به دست خودتان به حلاکت نیندازین، ای متنفذین، ای محاسن سفیدان، ای کسانی که مرجع حل منازعات قومی هستین، از خدا بترسین. و
گفته شما قضاوت کردن کار خیلی سخته. صحابه بهترین شخصیت ها بعد از پیغمبران در روی زمین از سه کار خیلی میترسیدن: قضاوت، امامت، خلافت. از این سه کار خیلی میترسیدن. ولی به گفته جناب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، هر کسی که زود علاقمند داوری و حکمیت است، و انسان نادان است، انسان بیخرد است. کسانی که عقلش زیاد رشد کرده باشه به زودترین وقت به قضا تن نمیتن. امام ابو حنیفه، ابو جعفر منصور اگر هر قدر توصیهش کرد که بیا قاضی القضات وقتش، قبول نکرد. به خاطر چی؟ امام ابو حنیفه شخصیت خردمند و باهوشی بود، میفهمید که یا من درست قضاوت نمیتونم در بعضی موضوعات، اگر قضاوت بکنم شاید دولت بر اساس بعضی از سیاست های منطقوی و مالی و موضوعات دیگری حرف مرا زیر پا بگذاره. اینجاست که حکم خدا زیر پا میشه، من نمیخوام که حکم خدا زیر پا شه. و این متنفذینی که امروز دست به قضاوت و دست به حل چنین منازعات خیلی خطرناک و بزرگ میشن، معلوم است که انسان های بی عقل و سخیف و نادانی هستند. دور از محاسن سفیدان خردمند ما باشه، معلوم است. پنجمین عاقبت بدی که نکاح خونبها دارد، جاباز کردن زمینه جنایات زیاد در جامعه است. زمانی که تک موضوع این خودش یک جنایت خیلی بزرگ و نابخشیدنی در جامعه است، اگر این جامعه توسط چنین جنایات رو به خرابی رفت، جنایات دیگری از این قبیل جاباز میکند و غرس میشه، مثل نهال. درست است، اساس گذاری میشه، به زودترین وقت توسط چندین جنایت جامعه کاملا از بین میره. ما در افغانستان در طول 20 سال گذشته و قبلتر از 20 سال خیلی جنایات را در افغانستان دیدیم که این گونه رشد کردن. اول یک جنایت وقتی که جلوش گرفته نشد، جنایات دیگری در کنارش رشد کرد. مردم جرأت پیدا کردن دست به چنین جنایات بزنن. ششمین عاقبت بد نکاح خونبدل چیست؟ یکیست که یکی از عوامل خشونت علیه زن است. خشونت علیه زن. دوست عزیز، هموطن خوبم، در طول 20 سال گذشته یا بیشتر از 20 سال منادیان دروغین حقوق زن در افغانستان، که یکی از برنامه‌هاش این بود که خشونت علیه زن را از بین ببرد، تا جایی را کار می‌کردند، ولی در جایی تا اکثر جایها فقط به خاطر روشن ساختن و مشتعل ساختن آتش دشمنی میان زن و شوهر این کارها را بیشتر می‌کردند، منادیان حقوق برابری میان حق مرد و زن در جامعه. ولی اسلام دینی است که سراسر خوبی و سراسر مصلحت است، که در هیچ قسمتی از اسلام برنامه های زندگی سوز وجود ندارد، بلکه اسلام 100% و سراسر برنامه زندگی سوز است، زندگی ساز است. برنامه زندگی ساز است که زندگی را میسازد و خوشبختی را برای ما تضمین میکند. پس کسانی که دخترانشان را در این راه و از این طریق به نکاح میتن، در واقع اونها پروسه های خشونت علیه زن را در جامعه افغانی رشد دادن و یکی از کسانی هستند که در این جنایت شریک میشن. خب، بعد از اینکه در رابطه با عواقب صحبت کردیم، عوامل این نکاح را صحبت میکنیم. چی سبب میشه که این همه موضوعات رشد بکنه در جامعه؟ درست است؟ شاید شما هم سوالی از ما داشتین که استاد، عوامل رشد نکاح خونبدل در جامعه چیست؟ اول، بیخبری از دین. اول بیخبری از دین. تا زمانی که ما از دین آگاهی کامل نداشته باشیم، اگر در اوج تمدن و شکوهمندی هم برسیم، باز هم بیدینیم، باز هم نادانیم، باز هم رشد نکرده ایم. قشنگترین پیشرفت، پیشرفت دینی است. خوبترین صلاح و مصلحت، مصلحت آگاهی از دین است. زمانی که تو از دین آگاهی پیدا کردی، بدون شک نسبتاً ترس و حراس در دلت نسبت به پروردگار پیدا میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. یگانه کسانی که بیشتر از خدا میترسن علما هستن. درست است، علما اگر در جای اشتباه میکنن، در جای به خطا میرن، ولی در کل 95% علما در راستای ترس از خدا از مردم عامه در یک سطح امتیاز قشنگتری قرار دارن و بیشتر میترسن. و ایره ما در طول تاریخ خواندیم. پس لحاظا آگاهی از دین در هر صورت زیبنده است که ما باید آگاهی از دین داشته باشیم. زمانی که سطح آگاهی از دین در جامعه ما رشد کرد، ما مطمئن هستیم که سطح جنایات کاهش پیدا میکنه، فیصدی جنایات میایه پایین، حتی در فیصدی 10 و 12 میایه که خیلی فیصدی کم است. و خو امکان نداره که ما بگوییم که جنایت در یک جامعه کاملا از بین بره، امکان نداره. در سیاست شرعی شما اگر مطالعه کرده باشین، مدینه فاضله یا شهر خبره
تعریف میکنه. مدینه فاضله یا شهر خوب از نقطه نظر سیاست شهر اسلامی، شهر است که آمار جرایم در اونجا به فیصدی خیلی پایین بیاید، نه یکی از بین بره، امکان نداره. حتی در عصر رسالت، در وقتی که وحی نازل میشد مستقیما، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میان مردم وجود داشت، باز هم جنایت بود، قتل بود، زنا بود و سایر موضوعات بود. این به این معنی نیست که دولت عصر پیغمبر یک دولت بی‌کفایت بود، نه، سنت خدا بر این است که در هیچ وقتی، در هیچ قسمتی، در هیچ جایی از جاهای زمین امکان نداره که جنایت نباشه. هست، چون قانون خدا بر ایست که حق و باطل همیشه با هم دست به یخن و دست به گریبان باشن و در پیکار باشن. این معلوم است. خب این اولین عامل این موضوع شد. دومین عامل چی است که نکاح خونبها زیادتر در جامعه رشد میکنه؟ غیرت‌های جاهلی است. غیرت‌های جاهلی، شما میفهمید در هر خانواده غیرت جاهلی وجود داره. در خواهر مادر، برادر مادر، خواهر شما در برادر شما، در پدر مادر مادر، پدر مادر شما و سایر مردم دیگری، غیرت جاهلی که زیربنایش برمیخزه از وسوسه های شیطانی و از تحریک های شیطانی. خب غیرت جاهلی را چی کسانی بیشتر داره؟ کسانی که قلبشان از ایمان خالی است، کسانی که آگاهی دینی ندارن، کسانی که واقعیت امر نمیفهمن و نمیخواهن بفهمن، این مردم ها بیشتر تخم غیرت جاهلی در قلبشان رشد میکنن. زمانی که در قلبشان رشد کرد، این مردم ها دست به خرابی میزنن. این کسانی هستن که پدرش باز دست به کار میزنه، مادرش دست به کار میزنه، برادرش دست به کار میزنه و این دخترک از این راه قربانی این همه احساسات منفور و کارهای زشت و کارهای نامیمون میشه. یعنی بهترین تلافی را به خاطر جبران زشتی های افراد طبقه زن را مصادره. بله، میکنه. بله. و گفته شما، خب در افغانستان این گونه است. در افغانستان این گونه است که با کمال تاسف کلگیش سبب چی بوده که ما برای شما گفتم، ما باقی مانده اش هم میگم. دیگر سومین عاملش مرد سالاری و زن ستیزی است. در خانواده های افغانستان ما بارها در برنامه هام گفتم هدف ما خدای نخواسته این نیست که ما یک موجود یک مردی باشم که مرد ستیز و زن پرست. نه خیر، نه، این اريد الا الاصلاح ما استطعت. پروردگار از دل همه آگاه است که جز اصلاح آوری و جز تنویر اذهان عامه هیچ کدام هدف دیگه ای ندارم. واقعا در جامعه افغانستان حتی تا امروز روزا هم مرد سالاری زیادتر است و زن ستیزی هم خیلی زیاد است. در یک جامعه، در یک خانواده ببینید که مردها خودشان را فرعون یا منطقه فکر میکنند و زن را ارزش نمیدن، نه مادری را، نه خواهر را، نه زن را، نه دختر را. و جز ایگان مردای خردمندی، مردای فکور، مردای با فکر و با اندیشه، مردانی که عالم و فهمیده هستن، از خدا میترسن و مردایی که با علما نشست و برخاست کردن، معلومات، آدمایی که از دین آگاهی دارن، جز اینها دیگر همه ایشان مردان زن ستیزی هستن که در برابر زن ظلم میکنن. پس زن ستیزی عامل دیگری از رشد نکاح های بد یا نکاح های خونبه ها در جامعه افغانیست. یعنی این لغزشی که در زندگیشان رونما میشه، معلوم است که از این معنای قیمومیت، یعنی معنای اشتباهی را میگیره. بله، آفرین. پس خود این معنای قیمومیت که در قرآن ذکر شده به چی معناست؟ بعض افراد یعنی این تعبیر اشتباهی میکنن و میگن که یعنی به معنای مرد سالاری که میتونه زن را بال و پرش دیگه به حساب از بین ببره و تحت حاکمیت خود داشته باشه. غلط، کاملا غلط. مفهومی که مثلا شما از دیگران نقل کردی، نه اینکه حرف شما غلط، بلکه مفهومی که شما از دیگران نقل کردین واقعا که یک مفهوم غلط است که در میان مردم هست. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید الرجال قوامون على النساء. کلمه قوام، قسمی که شما گفتین قیمومیت که مسترش است از نظر ادبیات زبان عرب، هدف از آیه کلام الله مجید در اینجا طرفداری از مردا و ستیز در برابر زنها نیست، جرأت دادن مردا در باب خشونت علیه زنان نیست. هرگز این آیت به دین معنا نیست که مرد در جامعه، در ارزش، در تقوا، در رسیدن به خدا حرف اول را بزنه و زن موجود دوم باشه. نه خیر، نه. قرآن کریم در بسا جاها میفرماید فقط معیار و ملاک رسیدن به پروردگار تقواست، فرق میان مرد و زن نیست. درست است؟ چه بسا زنانی بودند که از میلیاردها میلیاردها مردان بی‌کفایت و بی‌عنصری مثل مردانی اکثر مردان امروزی در پیشگاه پروردگار مقدم هستند. زنان پیغمبر، دختران پیغمبر، زنان صحابه، دختران صحابه و کسانی پیش از اسلام که بودند، مسلمانانی که پیش از اسلام بودند. این تک موضوعاتی. پس هر مردی که از این آیت
برداشت میکنه که مردا باید قوی باشن، مردا باید متکبر باشن، مردا باید حرفی اول در خانه بزنن، هیچ حرفی از زنها در خانه قابل قبول نباشه، این مردا به اشتباه رفته. و هر کسی که من فسر القرآن برأی فقط کفر، فقط اشرک، کسی که قرآن را به فکر و اندیشه خودش تفسیر میکنه و کافر شده، مشرک شده. درست است؟ پس هیچگاه این آیت بدین معنا نیست که مردم فکر میکنن. درست است؟ پس لحاظا باید ما کوشش بکنیم که این آیت را به معنای درست بگیم. الرجال قوامون علی النساء چه معنا؟ یعنی مردها سرپرست زنها هستند. فطرتی که خداوند برای مردها آفریده به این تک فطرتی است که از مردها سرپرستی، از زنها سرپرستی بکنه. زن به عنوان گل سرسبد زندگی یک مرد باشه و با زن بهترین رویه را بکنه، با کلمات خیلی شیرین عاشقانه ازش مراقبت بکنه و برای زن چنان انگیزه و چنان اندیشه تلقین بکنه تا زن هم خانواده را برای مرد بهشت بسازه. مثل که یکی از روانشناسان مسلمان میگه که بهشت مردها در این دنیا در کجاست؟ در قلب زناست. اگر مردها زنها را درست پالایش بدن، در قلبشان برای شوهرانشان بهشت ایجاد میکنن که پیش از اینکه به بهشت دیگه برن، این بهشت دنیا را تجربه میکنن. پس آیت در این قسمت تفاسیر و معانی‌های زیادی داره و محمل های خیلی زیادی داره که در جاهای خاصش باید بیشتر در این موضوع صحبت بکنیم. خب چهارمین عامل چیست؟ شهوت پرستی و برده خواهشات بودن است. شهوت پرستی در جامعه یکی از عوامل دیگری رو به بنبست رفتن جامعه است که مثلا یک موضوعات است. زمانی که بخوای قصاص بکنه میگه نه، ما قصاص قبول نداره، باید دخترتان را در بچه ما بتین. یک موضوع دیگری. درست است؟ این تک موضوع. در حالی که جزای اصلی خونه معلوم دار است که قصاص و جزای بدیل هم ما داریم دیت. بله. و در مورد دیت هم که علما نظریات خود را دادن که از جنس شتر و البته مطابق مذهب شافعی. بله. از جنس شتر و یا قیمت داشت. بله. مطابق مذهب احناف که از جنس شتر باید باشه یا طلا یا نقره. بله. اما در هیچ جای از شریعت زن را به عنوان خونبها خب پر معلوم است. دادن خب بله. کدام تذکر نرفت. معلوم است. بله. و عامل دیگری رشد عوامل رشد نکاح های خونبه ها محاسن سفیدان است. قسمی که قبلا گفتم محاسن سفیدان، از خدا بترسین، از آینده خطرناکی که در پیش رو دارین که روز قیامت است و روز رستاخیز، از این قسمت حراس داشته باشین و از خداوند حیا بکنین. اکثر محاسن سفیدان دست به کار میزنن و خودشان را قریه‌دار و نماینده و ملک قریه میدانن، دست به جنایت میزنن. در قسمت آخر میخوایم وظیفه علما و دولت را در قسمت بیان بکنم. علمایی است که شبانه روز گلو پاره بکنن، زحمت بکشن، به شیوه های مختلفی مردم را تنویر اذهان بتن. دولت چیست؟ به خصوص دولت فعلی ما امارات اسلامی افغانستان، مکلفیت بزرگش در قسمت در قریه ها و قصبات که بیشتر این خشونت و این جنایت رخ داده میشه، باید کسانی که دستن در کار چنین برنامه های زشت و شیطانی است، اینها را باید با بالاترین آمار جریمه اینا را باید محکوم بکنن، هم زندان هم جریمه و هم تعذیرات بدنی و تعذیرات فیزیکی از قبیل شلاق و دیگر چیزها، تا اینها کسانی که یک عمر از این برنامه ها نان خوردن، از این برنامه ها شکمشان را پیش آوردن و خودشان را چاق کردن، اینها سرکوب شوند. دیگه دختران مسلمان در افغانستان، خواهران عزیز ما در جامعه افغانی ما قربانی هیچ نوع احساسات بیجا، قربانی هیچ نوع رسم و رسوم بیجا نشوند، به خصوص موضوعی که ما الان در موردش حرف میزنیم که نکاح خونبه هاست. امیدوار هستم دوستان عزیز در این قسمت سخنان مفید گفته باشم و جواب خواهر ما انشاءالله گرفته شده باشه و پیام ما برای خواهرای ما که این همه مشکلات را دارن است که باید مبارزه بکنن، در محاکم عدلی و قضایی مراجعه بکنن، سخنانشان را با علما در میان بگذارن، با کسانی که واقعا دلسوز جامعه هستند. این موضوع وقتی که به جامعه کشانده شد، انشاءالله اگر پدرش دست به جنایت میزنه، برادرش دست به جنایت میزنه، اگر متنفذین و محاسن سفیدان قومی دست به این جنایت میزنه، انشاءالله که اونها به زودترین وقت سرکوب میشه. و پیام آخری می است که مقاومت و استقامت بکنه در برابر چنین چیزها، نه گفتن را یاد بگیره. هنر نه گفتن برای هر کسی، بخصوص برای یک دختر مسلمان، در جاهای مناسبش یک هنر است و نمادش شجاعت و دلاوریش. وافق معید باشین. السلام علیکم. جزاکم الله خیرا کثیرا استاد گرامی، از شما تشکر می کنم از اینکه بارها به سوالات همدانان ما و مشکلاتشان رسیدگی کردین. الله متعال پاداش دارای نبرتون نصیب بفرمایه. بینندگان عزیز، در اخیر برنامه خود را با سخنان از بیدل خاتمه می دهیم که میگه امروز ناقصان به کمال رسیده اند، گز خودسری به حرف سلف خط کشیده اند.
انکار کاملان همه را نقل مجلس است تا کس گمان برد که به معنا رسیده اند. تا دیدار بعد، الله نگهدارتان.